سوفیا لورن با نام اصلی سوفیا ویلانی شکلونه که از معروفترین و مشهورترین بازیگران سینما و تلویزیون و خواننده ایتالیایی است که متولد 20 سپتامبر 1934 در روم ایتالیا می باشد. او در حال حاضر ساکن ژنو در کشور سوئیس است. او جزو یکی از زیباترین و جذابترین زنان جهان است و علاوه بر زبان ایتالیایی به زبانهای انگلیسی، یونانی، اسپانیایی و فرانسوی مسلط است. همچنین به سوفیا لورن لقب مرلین مونرو ایتالیایی دادند. داستان زندگی سوفیا لورن با تولد غیرقانونیش آغاز می شود. او دوران کودکی سخت و فقیرانه ای داشته است. پدرش بعد از تولد سوفیا از ازدواج با مادرش منصرف شد و بدون هیچ پشتیبانی آنها را رها کرد. به این ترتیب سوفیا به همراه خواهرش و مادر روم را ترک و به خانه مادر بزرگش در بزرگی نزدیک شهر ناب نقل مکان کردند. اما خیلی زود به دلیل جنگ و بمباران هوایی شهر بزرگی مجددا در شهر ناب مستقر شد. بعد از پایان جنگ سوفیا به همراه خانواده به خانه مادر بزرگش در بزرگی بازگشت. سوفیا با همه مشکلات و سختی ها توانست تحصیلات مقدماتیش را گذرانده و رشد کند. در 14 سالگی زندگی او تغییر کرد و از یک دختر کوچولو به یک زن جوان مصمم که قدم‌های پرقدرتی برمی‌داشت تبدیل شد. در سال 1949 او در مسابقات دختران برتر شهر ناپ ایتالیا شرکت کرد و توانست یک سال بعد در 15 سالگی با نام سوفیا لازانو برای مسابقات دختران برتر ایتالیا که در سال 1950 در روم برگزار می‌شد انتخاب شود. او نفر دوم مسابقات میس ایتالیا شد و عنوان میس الگانس را دریافت کرد. زندگی سوفیا در مسیر تازه‌ای جریان یافت. او در 16 سالگی به منظور دستیابی به فعالیت‌های تبلیغاتی به همراه مادر و خواهرش به روم نقل مکان کرد و کارش را با مدل یک مجله ماهنامه ایتالیایی آغاز کرد. همچنین او مدل نشریات ایتالیایی فومتی که در تولید کتاب‌های کمیک از عکس‌های واقعی به جای نقاشی داستان‌هایشان استفاده می‌کردند شد. سوفیا بعد از ملاقات با تولیدکننده فیلم کارلو پونتی که جزء داوران مسابقات دختران برتر سال 1950 ایتالیا یا میس ایتالیا بود، پیشنهاد بازی در فیلم سینمایی ایتالیایی به نام کیو وادیس را دریافت کرد و در سال 1951 به همراه مادرش در نقشی کوتاه و حاشیه‌ای بازی کرد. زیبایی، فیزیک و بازی سوفیا مورد توجه قرار گرفت و توانست در فیلم‌های متعددی با نقش‌های حاشیه‌ای بازی کند. او با حمایت کارلو پونتی کلاس‌های آموزشی بازیگری را گذراند و در سال 1953 نامش را به سوفیا لورن تغییر داد. از طرف دیگر مادر سوفیا با کشف استعداد دخترش به تدریج در ترغیب و آماده سازی او تلاش کرد که سوفیا را به سوی بازیگری سینمای حرفه‌ای به ویژه سینمای هالیوود سوق دهد. به این ترتیب سوفیا با حمایت مادرش و کارلو پونتی به تدریج به سوی جهانی شدن گام برمی داشت. سوفیا تا سال 1952 با بازی در نقش‌های کوتاه و حاشیه‌ای به بازیگری ادامه داد و به موازات آن به کار مدل نیز مشغول بود تا اینکه با بازی در فیلم ایتالیایی لا فاوریتا در نقش محوری فیلم توانست توانایی‌هایش را به همگان نشان دهد و به این ترتیب به تدریج توانست با بستن قراردادهای بیشتر کار و وظیفه‌اش را بیشتر و سخت‌تر کند. همچنین او برای اجرای نمایشنامه‌های متعددی پیشنهادات بسیاری دریافت می‌کند و با نقش‌آفرینی‌هایش ثابت می‌کند که در هنر بازیگری فوق‌العاده و استثنایی است. به زودی توجه مدیران و پولنیکنگان بزرگ هالیوود به سوی روم ایتالیا و سوفیا لورن جلب شد. سوفیا تا سال 1956 در بیش از 19 فیلم و سریال و با نقش آفرین در نمایشنامه‌های متعدد به روی صحنه تئاتر با بستن قرارداد با سینمای هالیوود در سال 1957 به امریکا رفت تا در اولین فیلم امریکایی بازیش را به نمایش بگذارد و مخاطبانش را در یک فیلم انگلیسی زبان هم خیره کند. او با بازی در فیلم شور و غرور در هالیوود درخشید و به تدریج توانست با بازی در فیلم‌های دیگر سینمای هالیوود را نیز تسخیر کند. سوفیا لورن در سال 1960 به ایتالیا بازگشت و با بازی در فیلم دوزن اثر ویتوریا دسیکا به شهرت جهانی رسید. در طول دهه 60 سوفیا لورن یکی از بزرگترین و مشهورترین ستاره‌های بین‌المللی سینما در جهان بود و توانسته بود با بازی در فیلم‌های ایتالیایی، آمریکایی و فرانسوی مورد ستایش مخاطبان و تماشاگران سراسر جهان قرار گیرد. او در اوج شهرتش تا به امروز در فیلم‌های بسیاری
بازی کرده است. در دهه‌های 70 و 80 به موازات فعالیت‌های سینماییش زمانی را نیز به همسر و فرزندانش اختصاص می‌داد. این عملکرد سوفیا در آن مقطع زمانی به مانند یک ایده جدیدی برای زندگی ستارگان زن آن زمان هالیوود و حتی برای همه زنان تازگی داشت. سوفیا لورن علاوه بر یک بازیگر مشهور سینما، زنی موفق در تجارت، استعداد ذاتی دیگری نیز داشت و آن نویسندگی بود که در طول زمان این استعدادش کشف شد. او مؤلف کتاب‌های زیادی می‌باشد. آغاز فعالیت هنریش از سال 1951 بوده که تا کنون ادامه دارد. از سال 1951 تا به امروز در بیش از 90 فیلم و سریال تلویزیونی بازی داشته. از سال 1958 تا 1972 او 5 آلبوم از ترانه‌هایش را منتشر کرده. از سال 1954 تا 2015 سازنده 13 متن فیلم و سریال بوده. از سال 2001 تا 2015 در تهیه و تولید 4 فیلم همکاری داشته و از سال 1995 تا 2017 در بیش از 103 فیلم کوتاه، مستند تلویزیونی، تلفیلم و بخشهایی از چند اپیزود سریال های تلویزیونی به عنوان میهمان نقش‌آفرینی کرده. زندگی درخشان سوفیا لورن که با دوران کودکی فقیرانه ای شروع می شود، بافته شده از رازها و رمزهای زیادی است و شاید تنها ستاره سینمای جهان است که هرگز فراموش نکرده است که از کجا آمده است. او به عنوان یکی از بزرگترین افسانه های زندگی در صنعت فیلم فعالیت می کند که از جمله ستارگان نادر در بین دیگر ستارگان فیلم محسوب می شود. او به عنوان یک نماد سینمای ایتالیایی و یکی از شخصیت های محبوب و ارزشمند در جهان سینمای بین المللی و یکی از بازیگران برجسته یه زمان ما به شمار می آید. We'll go.